حزب چماق به دستان باید بره گورستان. این شعاری بود که نقش بهشتی و حزب حاکم جمهوری اسلامی رو آشکار میکرد. چماقدارها که از اراذل و اوباش هر محله تشکیل میشدند، تا قبل از 30 خرداد بیش از 50 تن از مجاهدین رو کشته و هزاران نفر رو زخمی کرده بودند. در واقع پدیده چماقداری با ریفار آمدن رژیم خمینی شروع شد. اون روزا ما هر روز منتظر یک حمله هجومی به انجمن ما بودیم. ما موقع یک انجمن کوچیک بودیم، انجمن اعضای مجاهدین، که کارمون توضیح نشریه، کتاب و اگر سخنرانی چیزی بود امکانات آماده می‌کردیم محلی برای سخنرانی. در بهشهر، در شهرستان بهشهر از استان مازندران، همون موقع همین حد اقل هایی رو که باید این تعریف کردیم، کاری که میکردیم و با حمله و هجوم و ضرب و در و سلاح و اینا به اصطلاح جواب میده، طوری که واقعا ما روزی نبود که منتظر یه همچین چیزی نباشیم که برای حمله ای نکنه داریم. تو همین گیردار بود، تقریبا میتونم بگم اوائل سال 59 بود، یک از مزدوران ایجازی به نام فخرالدین ایجازی اومد شمال برای سازماندهی همین حمله هجومی چماقدارا، که از جمله به بهشهر اومد و شروع کرد به نیرو جمع کردن و به انجمن ما حمله کرد. داخل انجمنی که همینطوری ما تلاش میکردیم اینا رو بیرون کنیم یا اونا حمله میکردن، یه بار یکی مخفی شده کنار یه دیواری با یک پنجه بختی آنچنان محکم به چشم راست من زد